نمیدونم بعد از گفتن این حرفا حتی چند ثانیه دیگه زندم، ولی برای من فرق نداره. آدمی که بتونه تهشو ببینه دیگه مرگ و زندگی براش فرق نمیکنه، چون امیدی به زندگی نداره. تو نمیتونی زندگی خوبا با آدمو تحمل کنی و فقط رویاشو بهشون بدی. این رویا دست نیافتنیه تو حکومت شما، ولی به دست آوردن مرگ خیلی راحت تره. از شما که تو این 40 خورده ای سال چیزی به مردم نرسید جز چرت و پرت، فقط پایه‌ها نظام و حکومت دیکتاتوری خودتون محکم شده و به خالص سازی رسیده، ولی شاید از مردم به مردم چیزی برسه. میدونی چجوری؟ قشنگ گوش کن. بعد از اینکه منو بردین ناکجا آباد و سر به نیستم کردین، مردم میگن شرف داشت، بی شرف نبود، ناموس سرش میشد، بی ناموس نبود، وطن پرست بود، وطن فروش و خائن نبود، مالکش نبود، دوز نبود، اختلاسگر نبود، سلبریتی مفر نبود، خانم بهنوش بختیاری سایت شرط بندی نداشت، به جای وصل نبود، مرغ و برنج و روغن و مسک و دستکش شسته افیش نکرد، تروریست نبود، تجاوزگر و قاتل نبود، آدم بود، چیزی که شما نیستین، ولی تموم موارد قبلی ها که یه صدام کاراتون بوده را هستین. فکر کنم حضرت آدم از تک و طایف خودتون بوده، اون با یه سیب شروع کرد، شما با به خاطر همینه ما لیاقت بهشت رو نداریم، چون چیزی دیگه نمونده که باش بهشتی بسازن. همه رو بردین و خوردین، بعد چی داریم به مردم میدین؟ یه دست حکم میخوام باهات بزنم آقای حاکم، 7 ورقم هم از روزم اینجا هم نمیکنم. اگه تونستی یه دستشو ازم بگیری 7 دستمال خودت. 1 هواپیما اوکراینی، 2 اعتراضات سال 96، 3 آبان 98، 4 بی آبی، 5 شهیدای که از نوجوان 15 16 ساله رفتن جون دادن، که یه مش حروم زاده تر از صدام عراقی ها بیان یه بدبخته که تایی خرابه یه آلونک داره و سقفشو با لودر بیارن رو فرشی پاره و یخچل 100,000 تومنیش، یا هروم لغمه تر از اونا میان یه دست فروش ها میگیرن زیر چک و لقت و بساتش پخش خیابون میکنن. پس شما چیدون با صدام هروم زاده فرق داره؟ 6 قرارداد های بسته شده با چین و روسیه مفبر که مردم هنوز یه خط از قرارداد ها نمیدونن، ولی وقتی یه مش بی ناموس تو مملکت خودمون میان دست رو ناموس مردم بلند میکنن و فیلمش منتشر میشه و دنیا میبینه، یه چینی حروم زاده هم به خودش اجازه میده بیاد به همون دخترایی که داریم برای حجابشون تو سردون میزنی تجاوز کنه و فیلم و عکسش ازشون بگیره و منتشر کنه، نه به خاطر امنیت یا ریال تومن بدون صفر با ارزشی که دارین، نه به خاطر یوان 3700 تومانی. 7 خلیج فارس که دارن کفش لیست میزنن، کوه دماوند که سند منگول دار داشته دارین رفت. میرسیم به فرضیات، بی آبی رو چی بگیم؟ ها میگیم بارندگی نبوده، باشه خر شدیم. پلاسکو رو چی بگیم؟ ها میگیم فرسوده بوده. اگه فرسوده بوده چرا به فکر بازسازیش نبودین؟ شما که میدونستین فرسوده است، ولی باشه بازم خر شدیم. سیل و زلزله، آها بلا و حکمت الهی بوده. واکسن رو چی بگیم؟ واکسن رو میشه من جوابشو بدم؟ واکسن رو میگیم شما با روح امام حسین بس. و در آخر کسی که میگه رأی نمیدم کافر نیست، منافق نیست، عدم مشارکت نیست. فکر کنم همتون 6 کلاس سواد دارین، معنیش اینه که ما هم مثل شورای محترم نگهبان که البته اگه تصمیم گیری با اونا باشه نتونستیم صلاحیت هیچ کدوم دونا تعیین کنیم، کارنامه درخشان 40 خورده سالتون هست. درختی که 42 سال میوه نداده را آبش نمیدن، قطعش میکنن. و ما هم مثل آقای روحانی فردا میفهمیم که جرم رای گیری بوده مثل بنزین، و تو کاری که تخصص نداریم مثل رهبرمون دخالت نمی کنیم. قسم توهین نبود، تخریب بود. میتونم هم 13 خال کنم، ولی نظرم اینه که همین 7 بحثه. حاکم کت.